سلام، پنجشنبه 5 مهر 97 27 سپتامبر 2018 میلادی. در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که ششمین روز اعتصاب کامیوندارا با موفقیت پشت سر گذاشته شد. در 10 شهر کشور کامیونداران دست به اعتصاب زدند، در حالی که حکومت چنگ و دندان نشون میده و تا کنون بیش از 30 نفر رو بازداشت کرده به اتهام راهبندان و اختلال در تردد. و دادستان‌های استان‌های مختلف خط و نشون کشیدند برای کامیونداران و ترفندهایی مثل ایجاد تفرقه یا تهدید به اینکه کارت سهمیه سوخت بعد از 72 ساعت سوختگیری اگر بارنامه‌ای نباشه و بار نبرن باطل میشه، و همینطور وعده ها و وعید ها و ایجاد اختلاف در کامیونداران که استیصال حکومت رو نشون میده. تأثیر اعتصاب کامیونداران به بخش های مختلف اقتصادی رسیده که آخرین اونها از جمله مرغداران هستند که به دلیل عدم حمل با مشکل مواجه شده. جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران کشور هم در همایش هتلداران عنوان کرده که بسیاری از هتل‌ها کارکنانشون رو تعدیل کردند و به دلیل افزایش نرخ سوخت، آب و سایر هزینه‌ها امکان ادامه حیات ندارد و خواستار بسته حمایتی دولت از هتل‌ها شده. طبیعتاً وقتی کشور در بحران و به خصوص رکود اقتصادی به سر میبره، مسئله گردشگری، توریسم، مسافرت‌های حتی تجاری و غیره کاهش پیدا میکنه و هتل‌ها با مشکل مواجه میشن. اما دبیرکل خانه پرستار محمد شریف مقدم هم عنوان کرده که در سال حدود 400 پرستار به این سازمان پرستاری مراجعه میکنند برای گرفتن تاییدیه جهت مهاجرت به کشورهای دیگه، و گفته احتمالاً آمار مهاجرت پرستان بسی بیش از این هاست، به دلیل اینکه خیلی ها هم اصولاً نمیان که تاییدیه بگیرن. موضوع دوم این که مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز در 3 مهر ماه در توییتی نوشت که 10 روز گذشته به هر دری زدم تا دوست بهایی خودم رو آزاد بکنم، امروز به دلیل حمایت از بهاییان خود او بازداشت شد. فاطمه محمدی دختر 19 ساله نوکیش مسیحی هم که 6 ماه زندان رو تحمل کرده، بعد از آزادی با آزار کلامی بازجویان مواجهه که گاه و بیگاه به او و خانواده او زنگ میزنند و تهدید و حرفهای رکیک و نامربوط ارائه میکنند. به همین دلیل جلوی زندان اوین دست به تحصن و اعتراض زده به این رفتار بازجوها. اصولا بسیاری زندانیان سیاسی و عقیدتی بعد از آزادی با تلفن‌های مزاحم بازجوها یا حتی حضور فیزیکی و احضارهای مختلف بازجویان مواجه هستند. موضوع سوم این که علی کریمی قهرمان فوتبال سرشناس و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در مطلب طنزی که در اینستاگرام خودش نوشته آورده که آقای روحانی وقتی که میگه مشکل اقتصادی نداریم راست میگه، برای اینکه مای اونها با مای ما فرق داره و معلومه که اونها مشکل اقتصادی ندارن، ولی وقتی میگه ما تحریم رو تحمل میکنیم منظورش
از ما ماییم، برای اینکه مای اونها اصولا تحریم روشون تأثیری نداره. استادیوم آزادی میزبان داربی استقلال و پرسپولیس بود که با تساوی تمام شد، اما به گفته مقامات امنیتی بیش از 500 دوربین در ورزشگاه آزادی کار گذاشتند و بیش از 200 مأمور مخفی و لباس شخصی هم در میان جمعیت بودند. ضمن اینکه از ورود دختران باز هم به استادیوم جلوگیری کردند، اما کار اصلی این دوربین ها و این مأمورین کنترل جمعیت و نگرانیشون از سر دادن شعارهای ضد حکومت و ابراز نارضایتی در تجمعات. اصولا رژیم در مرحله است که هر نوع تجمعی و حضور فشرده مردم به هر دلیلی براش یک خطر بالقوه است، چون امکان این هست که شعارهای علیه حکومتگران و وضعیت موجود سر داده بشه. موضوع چهارم این که 110 نفر از اعضای حزب اعتماد ملی، حزبی که آقای کروبی دبیر کل اون بود، از این حزب همراه آقای منتجبنی، آقای مقام قبلی حزب، انشعاب کردن، نامه ای نوشتن به الیاس حضرتی نماینده مجلس و قائم مقام فعلی حزب که قرار میخواهد دبیر کل حزب اعتماد ملی بشه، اعتراض کردند و مثل جوانان اصلاح طلب که به قدیمی های اصلاح طلبان اعتراض دارن، اونها هم اعتراضات خودشون رو به زبانهای مختلف غیر از نامه جمعی دارن در شبکه‌های اجتماعی اعلام میکنه. آقای حسن روحانی که از نیویورک به تهران برگشته، در صحبت بحث از پیروزی ایران کرده، انزوای امریکا در شورای امنیت و مسائل اینچنینی. اما باید گفت این چه پیروزی است که دلار در ایران تا نزدیک 20,000 تومان بالا رفت، تحریم ها قرار است شدید برقرار باشه و عملا فشار روی اقتصاد ایران و مردم ایران بدتر از گذشته در جریان. در همین حال سایت مشرق نیوز که به نیروی قدس سپاه نزدیک هستش، در مطلب مفصلی به آقای روحانی توصیه کرده که به سمت بلوک شرق یعنی چین و روسیه بروید، چون در این حالت امریکا منزوی میشه. این روزها مسابقه روسوفیل بودن از آقای ولایتی تا سپاهی ها، از بیت رهبری تا اعوان و انصار دیگر حکومت در ایران در گرفته و بی خجالت عده‌ای سنگ نوکری روسیه رو به سینه میزنه. موضوع پنجم اینکه آقای برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا، عنوان کرده که این سازوکار جدید اروپا که قول دادن اهمیتی نداره، برای اینکه شرکت‌های اروپایی حاضر به کار با ایران نیستند و از تحریم‌های امریکا می‌ترسند. منابع نفتی هم خبر دادند از اینکه عربستان بی صدا قرار است 550,000 بشکه تولید خودش رو بالا ببره تا جای تولید ایران در بازار رو پر کنه. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در نطق خودش در مجمع عمومی سازمان ملل عکسی رو نشون داده از سردر یک محل بزرگ که واقع در ده ترقوزآباد از توابع کهریزک نزدیکی تهرانه که 8 کیلومتر تا عوارضی اتوبان تهران قم فاصله داره و در این ده، گفته در خیابان ماهر، این محل قرار داره که از گوگل هم قابل مشاهده است و از روی اسناد شورآباد که اسرائیل چندی پیش از کشور ایران خارج کرد
متوجه شدن که اینجا انبار مواد رادیواکتیو و از جاهای مخفی است که ایران ابراز نکرده و فعالیت هسته‌ای میکنه. او مدعی شد که تا الان به محض اینکه فهمیدند اسرائیل این رو میدونه تا کنون 15 کیلوگرم مواد رادیواکتیو از این محل خارج کردن و از سازمان انرژی اتمی آقای آمانو خواست که از اینجا بازدید کنه. ایران طبیعتا تکذیب کرده ولی به هر حال موضوعی است که میتونه جنجال ساز باشه. اما موضوع آخر این که در شیراز یک بیلبورد در سالگرد جنگ ایران و عراق به جنجال ساز شد برای اینکه این بیلبورد فتوشاپی از یک عکس بسیار مشهور اسرائیلی است که 4 سرباز اسرائیلی روی تپه ایستادند و به شهر بیت المقدس نگاه میکنند. یکی از اونها زن و 3 نفر مرد هستند، اما در این بیلبورد زن رو حذف کردند، شهر رو هم به جاش ابر گذاشتند و این 3 سرباز رو به جای سرباز ایرانی جا زدند. یک شعر علی معلم هم کنارش نوشتند. به هر حال باعث شد که شبانه عده‌ای از بسیجی ها و آتش به اختیار های آقای خامنه ای بیلبورد رو پایین کشیدند و خلاصه احتمالاً به گیر و به بند هم در پی اون در راه. اندکی سبت سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران.